مقایسه F-35 و سو-57 جنگنده نسل پنجم آمریکایی بهتر است یا روسی؟ وقتی صحبت از تسلیحات میشه، هر دو جنگنده قادر به حمل ترکیبی از مهمات هوا به هوا و هوا به زمین هستند. محفظه سلاح‌های داخلی F-35 قابلیت پنهانکاری اون رو افزایش میده، در حالی که سو-57 میتونه سلاح‌های اضافی رو به صورت خارجی حمل کنه و در صورت لزوم پنهانکاری رو فدای قدرت آتش بکنه. حوزه هوافضا اغلب شاهد بحث‌هایی در مورد مقایسه هواپیماهای نظامی پیشرفته و قابلیت‌های اونهاست. دو جت جنگنده پیشرفته با نام‌های سو-57 روسیه و F-35 ایالات متحده آمریکا اغلب به خاطر قدرت تکنولوژیکی، عملکرد جنگی و اهمیت استراتژیکشون مورد بررسی قرار می‌گیرن. در این برنامه مقایسه ای از این دو هواپیما ارائه میدیم و به مشخصات، نقش‌ها و تأثیرگذاری اونها میپردازیم. اگر به این برنامه علاقه دارید، پس ممنون میشم برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک بکنید. پیش از پرداختن به این مقایسه، درک فلسفه طراحی و نقش‌های مورد نظر این دو هواپیما ضروریه. سوخوی-75 که توسط شرکت هواپیمایی سوخوی روسیه توسعه یافته، یک هواپیمای جنگنده نسل پنجم چند منظوره و پنهانکاره که برای داشتن عملکرد برتر در نقش‌های برتری هوایی و حمله طراحی شده. این هواپیما دارای ترکیب منحصر به فرد از قابلیت پنهانکاری سوپر کروز و اویونیک پیشرفته است. سوپر کروز به توانایی پرواز مافوق صوت بدون پس‌سوز گفته میشه. F-35 لایتینگ 2 که توسط لاکید مارتین تولید شده، خانواده ای از هواپیماهای جنگی پنهانکار تک سرنشین، تک موتوره، مناسب تمام شرایط آب و هوایی و چند منظوره است که برای انجام ماموریت‌های حمله زمینی، شناسایی و دفاع هوایی در نظر گرفته شده. این هواپیما دارای 3 نوع F-35A که برخاست و فرود اون معمولیه، F-35B که قادر به برخاست در باند کوتاه و فرود عمودیه، و F-35C که مستقر روی ناوهای هواپیمابره. طراحی و ویژگی‌های پنهانکاری. هم سو-57 و هم F-35 از فناوری پنهانکاری برای کاهش سقط مقطع راداری خود و افزایش قابلیت بقا در نبردهای هوایی مدرن استفاده می‌کنند. F-35 با در نظر داشتن قابلیت‌های پنهانکاری به عنوان مهمترین ویژگی ساخته شده و دارای یک محفظه سلاح داخلی و مواد پیشرفته جاذب راداره. سو-57 ضمن بهره‌گیری از ویژگی‌های کاهش سقط مقطع راداری تأکید بیشتری بر عملکرد آیرودینامیکی داره و از فناوری پنهانکاری پلاسمایی استفاده می‌کنه که در خارج از روسیه کمتر شناخته شده است. اویونیک و سلاح. مجموعه اویونیک یک هواپیما شامل رادار، سنسورها و سیستم‌های ارتباطیه که برای آگاهی موقعیتی و اثر بخشی مبارزه ضروری هستند. F-35 از فناوری ترکیبی حسگرهای بسیار پیچیده‌ای بهره می‌بره که داده‌های چندین منبع رو ترکیب تا دید جامعی از میدان نبرد به خلبان بدن. سو-57 از سیستم رادار قدرتمندی بهره می‌بره که قادر اهداف هوایی و زمینی رو در مسافت‌های طولانی شناسایی کنه. وقتی صحبت از تسلیحات میشه، هر دو جت قادر به حمل ترکیبی از مهمات هوا به هوا و هوا به زمین هستند. محفظه سلاح‌های داخلی F-35 قابلیت پنهانکاری اون رو افزایش میده. در حالی که سو-57 میتونه سلاح‌های اضافی رو به صورت خارجی حمل کنه و در صورت لزوم پنهانکاری رو فدای قدرت آتش بکنه. موتور و عملکرد. موتورها به مقدار زیادی بر سرعت، برد و قابلیت مانور یک جت جنگنده تأثیر میذارن. سو-57 مجهز به یک جفت موتور ایزدی سیه که توانایی سوپر کروز و جهت‌دهی پیشانه را به این جنگنده میده.
X35 از یک موتور پرتن ویترین F135 استفاده میکنه که قدرتمنده اما از سوپرکروز پشتیبانی نمیکنه. سوخو 57 برای نبردهای تن به تن با سرعت بالا ساخته شده، در حالی که F35 بر آگاهی موقعیتی و قدرت حمله تمرکز داره. هزینه و صادرات. بودجه و مغروم به صرفه بودن عوامل مهمی برای کشورهای سازنده این جنگنده‌های پیشرفته هستند. برنامه F35 به دلیل هزینه‌های بالای اون مورد انتقاد قرار گرفته، اما اقتصاد مقیاس و همکاری‌های بین‌المللی به کاهش هزینه‌های هر فروند از این جنگنده در طول زمان کمک کرده. سوخو 57 به طور کلی ارزان‌تر در نظر گرفته میشه، اگرچه ساختار هزینه اون چندان شفاف نیست و تعداد تولید اون کمتره. حالا بیاید مطالب گفته شده رو با چند سوال مرور کنیم. سوال اول، کدوم هواپیما پنهان کارتره؟ سوخو 57 یا F-35؟ F-35 به دلیل طراحی بهینه شده برای قابلیت مشاهده پایین از تمام زوایا عموماً پنهان کارتر در نظر گرفته میشه. سوال دو، آیا سوخو 57 میتونه سوپرکروز انجام بده؟ بله، سوخو 57 با قابلیت سوپرکروز طراحی شده که به اون این اجازه رو میده تا در سرعت‌های مافوق صوت بدون پس‌سوز پرواز کنه. سوال سه، آیا هر دو جت مستقر و عملیاتی هستن؟ F-35 کاملا عملیاتیه و توسط چندین کشور به کار گرفته شده. سوخو 57 در مراحل پایانی آزمایش به استقرار قرار داره. سوال چهار، نقش این جت‌های جنگنده چگونه است؟ F-35 به عنوان یک جنگنده چند منظوره با تأکید بر ماموریت‌های حمله و پشتیبانی زمینی طراحی شده، در حالی که سوخو 57 بیشتر به سمت برتری هوایی تمرکز داشته و قابلیت‌های اضافی حمله زمینی نیز داره. و سوال آخر، F-35 بهتره یا سوخو 57؟ جواب این سوال رو شما در بخش کامنت ها برای ما بنویسید. برای ساخت ویدیوها تایم زیادی صرف میشه، پس ممنون میشم برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک بکنید.